با درود مجدد خدمت یکایک که بینندگان گرامی، در خدمت های دکتر احسان نوذری هستیم با مسائل مربوط به آنچه که تفکر نقادانه است، مکانیزمی که در مورد اندیشه اهمیت داره. در نوبت پیشین و اول بحثهایی رو مطرح کردیم که همه اینا مدخلی است برای جنبه های مختلف. از فرهنگ گفتیم، از زیستشناسی گفتیم، از فیزیک گفتیم، از پزشکی گفتیم و همینا میخواد به ما نشان بده چه اندازه اهمیت داره تفکر نقادانه و چه اندازه کسانی که سعی میکنن در پرتو القاب و عناوین که جناب دکتر نوذری به درستی فرمودن خود رو مخفی بکنن و توانایی اندیشیدن رو از مردم بگیرن، توانایی نقد رو از مردم بگیرن. وقتی ابتدا میگید دکتر ایمان سلیمانی، داستان تمام. وقتی میگید آیت الله العظمی ایمان سلیمانی، دیگه باید حرفش رو بپذیرید. دیگه ما انسانهایی نیستیم که بسنجیم و متاسفانه فرهنگ اقتدارگرای ما که تبعیت از پدر رو در درون خانواده آموزش داده از گذشته تا به امروز و حرف او حکم بوده و جای چون و چرا نداره و بعد وارد فضای اجتماعی سیاسی هم میشیم به همین نحوه، اون قدرت تشخیص و استدلال و نقد رو از ما گرفته. فرهنگ دینی ما هم همین کار رو کرد. یعنی وقتی شما یک مرجعی دارید که همه چیز رو میدانه به عنوان عقل جامع که بر عقل جمع برتره و بعد مفسرین خاصی هم داره که شما اونها رو باید بپذیرید چه به عنوان امام یا مرجع تقلید، دیگه جای نقد و پرسشگری منتفیه. دکتر نوذری عزیز به مسائل تفکر علمی پرداختن. چند شاخص بزرگی وجود داره در اینکه چگونه ما میتونیم تشخیص بدیم یک تفکر علمی است با یک تفکری که تعبدی است، در اون نشانه از بندگی وجود داره. اولین مسئله، حالا بخشایی در فرمایشات دکتر نوذری بود، بخشایی شاید من بتونم اضافه بکنم، اولین مسئله اینه که تفکر فلسفی و علمی به ما یاد میده برای یک پرسش ممکنه پاسخهای متعدد وجود داشته باشه. ما نمیتوانیم بگوییم آنچه که سلیمانی گفته تمامه، بلکه ممکنه آقای دکتر نوذری بتونه پاسخی متقنتر، مدللتر، با شواهد و اسناد و مدارک و بسیاری از تبیین های بهتر به ما به دست بده. ما موظفیم با شنیدن دلایل اون رو بپذیریم. دوم، پاسخ بهتر در تضارب آرا و افکار معلوم میشه. یعنی اگر من یگانه کسی باشم که حرف بزنم و هیچ کس هم اجازه نداشته باشه سخن بگه، از کجا میشه تشخیص داد سخن من درسته، قوام و دوام داره، مقدمات و نتایجش همدیگر رو داره یک انسجام میکنه؟ بنابراین در تضارب آرا و افکاره که ما میتونیم احساس بکنیم میتوانیم به یک پدیدهی، به یک گزارهی عقیده داشته باشیم، اون رو بپذیریم، اون رو به کار بگیریم. دیگر مسئله این که همیشه باید جای شک و تردید لحاظ کرد. یعنی حتی اگر تبیین دکتر حسام نوذری بهترین تبیین باشه، نباید بگیم دیگر تمامه، نیاز نیست فکر کنیم، چون آنچه که آقای دکتر نوذری با همه علمش به ما داده دیگه برای ما کافی است، حسبنا کتاب الله. و این است که جامعه دچار ایستایی میشه، دچار رکود میشه، هنر اندیشیدن از جامعه سلب میشه. وقتی شما همه چیز رو در اختیار مردم قرار دادی، طبیعیه دیگه اونها نیاز نیست فکر کنن. جامعه ای که همیشه خودش رو در قیمومیت میبینه نیاز به فکر نه. نیاز به تولید نداره، بلکه همه چیز رو دیگران باید به او بدن. و در نهایت این که ما میدوانیم جامعه ای رو تصور بکنیم که تفکر علمی رو در خرد جمعی میبینه تا خرد فردی، بلکه سعی میکنه آن جمعی که بر روی یک مسئله هستند، در مورد یک موضوعی متفق هستند، در اولویت قرار بده تا زمانی که ابطال نشد. آقای دکتر نوذری عزیز بفرمایید ادامه فرمایشات. یه جمله فوق‌العاده زیبا و علمی گفتید که اصلا پای و اساس علم هست و تمام دانشگاه‌های بزرگ ما تدریس میشه در اروپا، در ژاپن، تایوان، امریکا. و اون که فرمودید به راستی رنگ حقیقت خاکستری است و در انحصار کسی هم نیست، در انحصار کسی هم نیست و همیشه بایستی جای برای پرسشگری باشه. و ولتر هم چقدر زیبا میگه که شما یک انسان رو بر اساس پرسش‌هاش میتونید ارزیابی کنی، بیش از پاسخهاش. پرسشگری همیشه باستی پرسشگر بود. و یادمون باشه که حقیقت در انحصار کسی نیست،
و خود علم حتی با صدای بلند اعلام میکنه که در من هم تقدسی نیست. اما علم زیباترین دستاورد ماست. برگردیم به اون مسئله جرأت کردن. ببینید ایمان گرامی، این رود گنگ هست، رود گنگ. این آدم ها برای صده ها قرن ها میرن توی این آب شنا میکنن تا خوب بشن اگر بیماری دارن، برای قرن ها. و رود یامونا، یامونام هست در میهن ما، هم احتمالا این چاه و اون چاه هست. ببینید شما برای قرن ها میلیون ها نفر، شاید میلیارد ها نفر در این آب شنا کردن، چون قانع شدن که من شفا پیدا میکنم. و جالب هست که بسیاری از آدم هایی که نابینا بودن یا تب کولرا داشتن در این آب شنا کردند و خوب شد. و حتی پزشکانی در دوران جدید گواهی نامه امضا میکردن که برای این آقا واقعا نمیدید، چشمش نمیدید، الان میبینه. تا اینکه یک آدمی که صاحب تفکر نقادان است، یک جوانی پیدا شد. این جوان اهل کاناداست، پدر و مادر فرانسوی هستن، فلیکس دقه. گفتش که برید تو این آقا یه نگاهی کنی. شما به این همه آدم ها نگاه کردی، به وبا نگاه کردی، به این شنا کردن ها نگاه کردی، به قرن ها نگاه کردی، گواهی نامه زدی، به خودمون آب نگاهی نکردی. و این متوجه شد که در این آب بکتریوفاژ هست، یعنی ویروس هایی که بکتری ها رو میکشن. بنابراین شما کولرا دارید، شما نابینا شدید به خاطر عفونت، عفونتی کردی این چشم. این چشم شفا پیدا میکنه، هیچ ارتباطی مطلقاً به معجزه نداره. در میهن ما قرن هاست که دچار خرافات هستیم. ما قرن هاست که با رازی خداحافظی کردیم، با عمر خیام خداحافظی کردیم. اما خود ما هم گناهکار هستیم. هیچ وقت در برابر خرافات هیچ آلترناتیوی به همیهنان خودمون عرضه نکردیم. ما هیچگاه در برابر خرافات هیچ آلترناتیوی عرضه نکردیم. و این هم مهم هست. ما نمیتونیم آدم ها رو وسط هوا و زمین نگه داریم. و چون تولید کننده علم نبودیم، زمانی که به لطف میهن خودمون ثروتمند شدیم، درست مثل بچه های پولدار عمل کردیم، اسباب بازی خریدیم، ساختمون های زیبا زدیم، ورزشگاه های بزرگ زدیم، خودروهای زیبا خریدیم، هواپیماهای مدرن خریدیم، اسباب بازی خریدیم. چون مثل بچه های پولدار عمل کردیم، تولید کننده علم نشدیم، کماکان مصرف کننده ی ابزار علمی باقی موندید. حالا شما نگاه کنید آقای دکتر نظری عزیز، من قبل از ادامه فرمایشاتتون پیرو به همین مسئله که اشاره کردید که رفتن آب رو بررسی کردن و علت رو یافتن، به یه مسئله میخوام اشاره کنم که شاید اینم تفاوت علم و خرافاته. در واقع علم به دنبال کشف علته، میدونه یه علتی وجود داره، سعی میکنه اون علت رو کشف کنه. اما خرافات میدونه علتی وجود داره اما نمیره کشفش کنه، علتش رو میسازه. یعنی میگه اگر زلزله هست، علم میگه خب ما نمیدانیم چرا، فرض. اما اون میگه خداست که این کار رو میکنه، فرشتگان این کار رو میکنن. و وقتی این پاسخ به انسان داده میشه، انسان دیگه نیاز نداره دنبال جواب بگرده. شما اگر پیدا نکنید دنبال جواب میگردید. به همین دلیلی که ادیان که برای هر چیزی یک علت ماورایی و خرافی ساختن، جستجوگری رو از انسان، پرسشگری رو از انسان گرفتن، و این یکی از اون عواقبی است که از دوران گذشته به ما به ارث رسیده. بفرمایید، ببخشید. فوق‌العاده زیبا گفتی، دقیقاً همینطور است. ببینید یک نمونه دیگه. ببینید این در آلاسکاست. شما نگاه کنید به آسمان، قرمز هست، زرد هست و بنفش. حالا نگاه کنید به قد و قواره این درخت و گسترش اون آسمان. شما نگاه به آسمان میکنید تا کیلومترها 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 قرمز هست و بنفش هست و این رنگ ها دگرگون میشه مثل موج. به این میگن شفق، شفق شمال، شفق قطبی. اون رو به ویژه در آلاسکا میبینید، در کانادا گاه به گاه ممکنه به برخ از نواحی اروپا مانند برلین، مانند پاریس هم رسیده باشه، اما به ویژه در اون مناطق هست. یا نگاه کنید به این تصویر، این هم در اون حوالی است. نگاه کنید به آسمان، رنگی که پیدا میکنید. شما نگاه میکنید به این آسمان و خرافات، اون که اونچه که خود شما فرمودید، یک پاسخ ساده براش پیدا میکنید. خدایان در حال گفتگو هستند، خدایان خشمگین هستند، خدایان مهربان هستند، هر چی که دوست دارید. پاسخهای سریع و ساده و منفعت دار، دقیقا فرمایش خود شما.
کتاب های شیعه هم جناب دکتر نوذری هست، رعد و برق رو میگن رعد صدای علی است، برق هم برق شمشیر ذوالفقار اوست، یعنی به همین سادگی. و ببینید مردم کانادا و مردم بومی آلاسکا به شدت خرافاتی هستند، به شدت برای صدها خرافاتی هستند. وایکینگ ها، وایکینگ هایی که گذشتگان همین فنلاندی ها هستند یا نروژی ها یا دانمارک ها، به شدت خرافاتی بودند. و این جورایی که فکرش رو میکنید ایمان گرامی، میبینید حق دارن. ببینید شما به آسمان نگاه میکنید، میبینید داره قرمز میشه، آبی میشه، زرد میشه و تا چشم کار میکنه و بعد عکس اون رو در آب میبینید. در آب اقیانوس هم همین اتفاق داره میفته. حالا شما در یک قایق هم هستید، اصلا حیرت آور از این صحنه. تا اینکه ببینید این وارد میدان شد، ما متوجه شدیم که در درون کره زمین ما آهن هست، آهن مذاب، و این حرکت میکنه و این حرکت ایجاد میدان مغناطیسی میکنه. بنابراین کره زمین ما آهن رو باست، و چون به خاطر حرکت این آهن تولید میدان مغناطیسی شده، این میدان مغناطیسی از این سوی کره زمین ما میره به اون سو، و این کره زمین ماست. و این میدان مغناطیسی مانند یک سپر کره زمین ما رو حمایت میکنه، که اگر این میدان مغناطیسی نبود، هیچگاه حیات بالای 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما ایجاد نمیشد. از عمر حیات روی کره زمین ما بالای 4 میلیارد سال میگذره، این رو ما میدونیم. اما یک دلیل اون در کره زمین ما این هست که این میدان مغناطیسی ما رو حفظ میکنه، حمایت میکنه. حالا ما مرتب شاهد این هستیم که کره زمین ما مورد حمله طوفان‌های خورشیدی قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی که خورشید ما ذراتی رو به سوی کره زمین ما پرتاب میکنه، ذرات باردار سری. این میدان مغناطیسی تک تک اونها رو رد میکنه، ما رو حمایت میکنه. اما گاه شدت این طوفان‌های خورشیدی میتونه اونقدر باشه که برخی از این ذرات باردار از این میدان مغناطیسی رو عبور میکنن و برخورد میکنن با اتم اکسیژن، با اتم نیتروژن، بستگی داره کدوم باشه، و این تولید رنگ میکنه. این اتم ها رو بارور میکنن، به اصطلاح شیمی بارور میکنن، و این رنگی که ایجاد میشه ناشی از برخورد این ذرات با اتم های به ویژه نیتروژن و اکسیژن هست. و اینکه کره زمین ما به لطف اون آهن مذاب و اون حرکت در قلب خودش در درون کره زمین آهن رو باشه، صاحب یک میدان مغناطیسی شده. هیچ ارتباطی با خداوند و خرافات و آسمان ها دارن با ما صحبت میکنن نداره. اینی که واقعا علم یکی از زیباترین دستاورد ماست. اما علم فرهنگ نیست، فرهنگ دستوار علم هست، فرهنگ اسای دست دانایی است. اما این رو یادمون باشه که علم و چگونه زندگی کردن دوتاست. علم زیباترین دستاورد ماست اما فرهنگ نیست. علم میتونه نتیجهش خانم کارداشیان باشه، یعنی از علم مدرن استفاده کرده، از تلویزیون استفاده کرده، بهترین متخصصین استاتیستیک رو استخدام کرده تا آدم‌ها رو ارزیابی کنه ببینه چی میگه. اما همه در اختیار این هست که این خانم کارداشیان بیاد و ضد فرهنگ رو ترویج کنه و پول بسازه. بنابراین علم نیازمند به فرهنگ هست و فرهنگ دستوار دانایی است. و اینکه خود شما به زیبایی فرمودید، باز هم بگذارید من هم تکرار کنم که در علم رنگ حقیقت خاکستری است، در انحصار کسی هم نیست و باعثی که مرتب سیغل بشه، اما پیشرفت میکنه، پسرفت نمیکنه. اینه که علم زیبا میکنه. ما امروز نمیدونیم واقعا این کهکشان ما، میدونیم که از عمر اون عمر عالم ما 14 میلیارد سال میگذره، 13 میلیارد و 800 میلیون سال. اما عالم های دیگری هم هستن، احتمالا هستن، و شاید تعداد اونها از ذهن ما هم خارج میشه. همونطور که ما نمیتونیم قبول کنیم که کهکشان رایشیری ما با سرعت 100 مایل در ثانیه، ایمان گرامی، 100 مایل در ثانیه به کهکشان دیگری نزدیک میشه به نام آندرومد. اصلا فوق‌العاده است. 100 مایل در ثانیه شما در حال حرکت هستید، کهکشان شما در حال حرکت هست، خود شما که با سرعت بسیار بالاتری، چون خود شما در حرکت هستید، کره زمین شما در حال حرکت و چرخش هست، سامانه خورشیدی ما در حال حرکت هست و کهکشان ما در حال حرکت هست. اما میتونیم براش فرضیه تولید کنیم، هایپوتزیس یا هیپوتز، ممکنه.
و بعد این فرضیه ها رو به آزمون میکشی. اینه که علم رو زیبا میکنه، بنابراین پیشرفت میکنه. اینه که من میگم رنگ حقیقت خاکستری است، نگید که پس خود علم هم غلط هست. نه، علم پیشرفت میکنه، مرتب با هر پاسخی پرسش های تازه ای رو ایجاد میکنه. برای نمونه ما فکر میکردیم که ما یک کهکشان داریم تا همین اواخر، تا که متوجه شدیم که تا به حال حدود 3 تریلیون کهکشان داریم و در هر کهکشانی به طور میانگین 200 میلیارد خورشید داریم، از جمله کهکشان راه شیری خود ما. یعنی شما شب که به صبح که به این خورشید خانم نگاه میکنید 200 میلیارد خواهر دارید. اونها رو دیگه ما نمیبینیم، ما اونها رو نمیبینیم، اما علم اونها رو برای ما پیدا کرد. ما کهکشان هایی داریم که 1 تریلیون خورشید دارن و برخی از خورشید های اونها هزاران بار از خورشید ما بزرگتر است. یا برای نمونه ایمان گرامی، شما واقعا قبول میکنید اگر من به شما بگم در 1 ثانیه چند هزار ستاره به دنیا آمدند و مردن و با مرگ خودشون به عناصر تازه حیات دادن؟ قبولش خیلی سخت است، اما علم این رو امروز ثابت کرد. در 1 ثانیه شما تصورش رو بکنید، ستارگانی با اون عظمت، و در 1 سال ما بالای 31 میلیون ثانیه داریم. در 1 سال ما بالای 31 میلیون ثانیه داریم و این تنها در عالم خود ماست. اینه که علم زیبا میکنه. حالا شما میتونید یهو عرفان حلقه رو راه بیاندازید، عرفان حلقه، بیاید از علم سوء استفاده کنید، از فیزیک سوء استفاده کنید، از ژنتیک پروتونیک سوء استفاده کنید، خرافات مدرن رو به مردم بفروشید. یا برای نمونه یک آقای در همین لس آنجلس یک رسانه هم داره، سالها هیپنوتیزم دست جمعی میکرد، هیپنوتیزم دست جمعی. بعد یکی از همکاران خود من به من گفتش که من در این هیپنوتیزم دست جمعی شرکت کردم و چقدر که از خودم خجالت کشیدم. اما وقتی گفتم هیپنوتیزم شدی، منم گفتم بله شدم. الغاپذیری، ناتوان بودن در برابر پاسخ سخت دادن، قبول واقعیت ها، الغاپذیری، قدرت الغاپذیری فوق العاده بالا هست. یعنی میخوام بگم این خرافات مرتب هست، مرتب بوده و مهم هست که ما همه رو به چالش بکشیم. حالا شما به حرف یک نفر گوش میکنید، میگید نه این آسمانی که شما در آلاسکا میبینید خدایان هستن مثل وایکینگ ها، یا یک آدمی میگه که نه این یک آهنربای کره زمین هست و اینم توضیحش هست. شما خودتون رو در معرض افکار گوناگون قرار میدید، اما میبینید که دیر یا زود به حقیقت دست پیدا میکنید، دیر یا زود به اون واقعیت دست پیدا میکنید، اما مهم هست که اون رو به چالش بکشید. با هنوزم باور کنید، من همکارانی داشتم، اینو بگم، من رو دعوت کردن عربستان جده، امیر جده بود، یک کنفرانس علمی بسیار بزرگ، بسیار بزرگ بود و باشکوه برگزار شده بود. زمانی که من از فرگس صحبت کردم، یه نفر من اشاره کرد، گفتش که داتون نظری are you serious؟ دارید جدی دارید صحبت میکنید؟ من یک و دوزاریم افتاد. شما در مملکتی هستید که اینا معتقد هستن که این عالم ما چند هزار سال پیش درست شده، بعد ماهی ها رو بعد از انسان پیدا کردن، و من بلافاصله گفتگوم رو عوض کرد، در حالی که بسیاری از اینها فارغ التحصیلان اروپا هستن، ایمان گرامی فارغ التحصیلان امریکا هستن، اما به قدری در دوران خردسالی خرافات رو در مغز اینها کردن که بیرون نمیاد، به قدری خرافات رو در مغز اینها کردن که نمیتونن جرأت کنن. اما هم میهنانم، بایستی که جرأت کنید، بایستی که جرأت کنید، همه چیز رو به چالش بکشید. و خردسالان ایران که بیننده برنامه فوق العاده خوب ایمان سلیمانی امیری هستید، شما هوشمند هستید، نگذارید که به شما بگن اون باهوشتر از تو هست. اصلا خود این جمله غیر علمی است، هیچ کسی باهوشتر از هیچ کسی نیست، همه ما باهوش هستیم، اما هوش یونیفرم نیست، یک کانستلیشن هست، فرم‌های متفاوتی داره، شکل‌های متفاوتی داره، شکل خاصی نداره. شما باید برید و خودتون رو کشف کنید، ببینید توانایی شما در کجاست. درست مانند ورزش، ایمان گرامی، همه آدم ها مستعد ورزش هستن. شما فکر کنید اگر ورزش بسکتبال هیچ وقت اختراع نشده بود، آدم ها اختراعش کردن دیگه، اگر اختراع نشده بود، اگر شما به شکیل اونیل بزرگترین بسکتبالیست امریکا نگاه کنید،
یا مایکل جوردن، اگر بسکتبال اختراع نشده بود اینها هیچ استعدادی در هیچ ورزشی نداشتن. و چه بسا کلیکایا میگفتن طفلی شکیب، چقدر این بچه بی استعداد، یعنی دلشون هم میسوخت که چقدر بی استعداده. اما ورزشی اختراع شد و قوانین این بازی رو عوض کرده. اگر قوانین بازی عوض نشده بود، اگر ما یک پینزونی نداشتیم، اگر ما اون اسلام دانک رو نداشتیم، هیچگاه شما از شکیل هونی با عنوان یک ورزشکار با استعداد صحبت نمی کردید. بخوام بگم که این با استعدادتر از اون هم هست، هم غلط هست. تمام اینها رو حالا در برنامه آینده بیشتر توضیح میدم، نمیخوام سر بینندگان رو در بیارم. اینجا با شما ادامه بدید لطفا اگر پرسش. ممنونم آقای دکتر نوذری عزیز، حتما در برنامه های آینده به شکل مفصل وارد هر کدام از این دالان های مسائل علمی و منطقی خواهیم شد. سپاسگزارم از شما جناب شهرتی عزیز و تلویزیون پارس. تا فرصتی دیگر موفق و پیروز باشید.